سخنگوی نیروهای مسلح حکومت اسلامی تهدید کرد که رژیم ایران از عاملان انفجار در کشتی جاسوسی رژیم که در دریای سرخ مستقر است به شدت انتقام خواهد گرفت. ابوالفضل شکارچی در این سخنان از کشور و یا فرد خاصی نام نبرد ولی تاکید کرد که انتقام رژیم ایران سخت و گزنده خواهد بود حکومت ایران همیشه این گونه تهدیدها را پس از وقوع تر روز علیه اهداف و افراد آن رژیم تکرار کرده است رسانه های وابسته به سپاه پاسداران پیشتر ادعا کرده بودند که این انفجار توسط اسرائیل صورت گرفته است ولی پس از یک روز ادعا کردند که یک کشور دیگر هم در این حمله دست داشته است با این همه ابوالفضل شکارچی در ادامه سخنانش گفت که هنوز تحقیقات در این زمینه به انجام نرسیده است ولی رژیم ایران همه آمران و عاملان این تعرض را شناسایی خواهد کرد و از آنها سخت انتقام خواهد گرفت خبرگزاری العربیه سه روز پیش نوشته بود که ارتش ایران دارای یک واحد از کماندوهای زیرابی است که به بخش زیرین کشتی جاسوسی ساویز که در نزدیکی سواحل یمن و روبروی سواحل مستقر می باشد دو مین مغناطیسی چسباندند که انفجار آن خساراتی به کشتی وارد آورد برخی رسانه های خارج از ایران ارزیابی می کنند که این خسارت جدی بوده ولی از ابعاد آن خبر دقیقی در دسترس نیست ابوالفضل شکارچی گفت در این حال که هنوز تحقیقات ادامه دارد رژیم ایران مطمئن است که هیچ یک از امیرنشین های عربی حوزه خلیج فارس در این حمله دخالتی نداشتند این ارزیابی در حالی بیان می شود که عربستان سعودی بیشترین آسیب را از حملات موشکی و پهبادی حوثی های یمن محتمل شده که همه آنها را رژیم ایران در اختیار این نیمه شیعیان یمنی قرار داده است این سخنگوی نیروهای مسلح رژیم ایران در ادامه سخنانش گفت میدانیم که اسرائیل و امریکا در این منطقه با برخی کشورهای عربی همکاری دارند و آنها کیفر این همکاری را خواهند پرداخت او گفت تردیدی نداریم که دولت آمریکا در همه این تلاشهای تعرضی علیه ایران سهم دارد. نهاد حقوق بشری سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که نتایج آخرین حمله هوایی اسرائیل به انبارهای اسلحه ارسالی از ایران به سوریه در رسیدن به این هدف مرگبار بوده است دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است و معمولا از منابع موثقی در داخل سوریه برخوردار می باشد گزارش داد که در این حمله سه تن از جنگجویان وابسته به حکومت ایران کشته شدند و یک انبار دیگر از جنگافزارهای ارسالی رژیم ایران به دمشق نابود شده است اسرائیل در سه سال اخیر به صورتی پیگیر کوشیده است از رسیدن جنگ ایران به سوریه جلوگیری کند و همچنین نگذارد که سپاه قدس تأسیسات نظامی و یا قرارگاه های تهاجمی در سوریه برپا کند رژیم ایران بخشی از جنگ را که به سوریه میفرستد پس از مدتی به حزب الله در لبنان منتقل میسازد به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در آخرین حمله اسرائیلی چهار سرباز سوری نیز جان باختند این حمله در چهارشنبه شب یعنی دو روز پیش رخ داده اسرائیل معمولا مسئولیت این نوع حملات را به عهده نمیگیرد سخنگوی ارتش سوریه روز گذشته پنجشنبه از حمله موشکی جدید اسرائیل خبر داد و گفت که این حمله در دو مرحله از طریق حریم هوایی لبنان رخ داده است در سه سال اخیر بیش از 1500 هدف نظامی وابسته به سپاه قدس در خاک سوریه مورد حمله قرار گرفت که به اسرائیل نسبت داده شده است. رژیم ایران که گفته بود اگر اسرائیلی غلطی بکنند با, با انتقام سخت روبرو خواهد شد تا کنون نسبت به این حملات سکوت کرده با آنکه هنوز تاریخ دقیق سفر یوسی کوهن رئیس موساد به واشنگتن اعلام نشده است مقامات اسرائیلی امیدواری بسیار دارند که او با ارائه یک رشته اسناد فوق محرمانه که اسرائیل توسط همکاران خود در ایران به دست آورده بتواند دولت بایدن را به خطرناک بودن نیتها و نقشه های آشکار و پنهان رژیم ایران متقاعد کند خبر این سفر هفته پیش اعلام شده بود ولی هنوز تاریخ آن قطعی نشده است احتمال دارد که علت تعویق سفر آن باشد که اسرائیل میخواهد دیدارها با وزیر دفاع آمریکا را به نتیجه برساند و پس از آن یوسی کوهن را با اسناد و مدارک بیشتر راهی واشنگتن سازد گفتگوهای غیر مستقیم ایالات متحده با ایران که مرحله نخست آن در وین به انجام رسید به شدت موجب نگرانی اسرائیل است که احتمال میدهد دولت بایدن بخواهد در برابر رژیم ایران کوتاه بیاید و به توافق نیمبندی دست یابد که نه تنها موجب اف دائمی برنامه های اتمی و موشکی رژیم ایران نخواهد شد بلکه به آن جنبه مقبول و مشروع خواهد داد گفته می‌شود که یوسی کوهن اسنادی را با خود به واشنگتن میبرد که نشان میدهد رژیم ایران بخش حساسی از برنامه های اتمی و موشکی خود را به صورت پنهان انجام میدهد و نباید این خطر را دست کم گرفت همین اتهام در نامه ای نیست که توسط سفیر اسرائیل در سازمان ملل به شورای امنیت ارائه گردیده در مورد برنامه مخفی موشکی رژیم ایران عنوان شده است به نوشته رسانه های عربی یوسی کوهن در دیدار با مقامات ارشد امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده درباره ابعاد فتنگری های رژیم ایران در منطقه و به ویژه در کشورهای مانند عراق و یمن جزئیات بسیار محرمانه را به آگاهی آنان خواهد رساند از دیدگاه اسرائیل بسیار مهم است که مقامات آمریکایی از ابعاد دخالت‌های رژیم ایران در عراق، یمن و سوریه نیز اطلاعاتی در اختیار آمریکایی‌ها قرار دهد. نخست وزیر عراق نیز هشدار داده که اگر رژیم ایران از این گونه دخالت‌های تعرضی در عراق دست بر ندارد، او نسبت به این ابعاد فتنه به افشاگری خواهد پرداخت. آقای خامنه سرگرم بخشیدن کشور به چین و روسیه است و الانم پای حرفم هستم و از همین جا میخوام بگم که چند روز پیش آقای حسین شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان آمد و گفت که اونهایی که با قرارداد 25 ساله ایران و چین مخالف هستند احمق دیوانه و خائن هستند من از همین جا میخوام بگم آقای شریعت مداری آی مرد ناسی پامنقلی مجیزگوی بیت خامنه تو حق نداری به مردم توهین کنی اینها همه لیاقت خودت و رئیس و مروسای خودت هستن که کشور رو دارین به چین و روسیه میفروشین و میبخشین روزی که جمهوری اسلامی آمد گفت نه شرقی نه غربی پولامون رو میبرین در غرب خرج میکنین کشورمون رو خرج روسیه و چین میکنین میبخشین به اونها شما این وطن فروش خائن احمق دیوانه شما این که کشور رو دارین به این راحتی میدین هشت سال جنگ ایران و عراق اون همه کشته که یکیش خودم قربانی اون جنگم برای اینکه وطنم رو نگیره عراق برای اینکه یک مشت خاکم رو به بیگانه ندم بچه چارده ماهه من بی پدر شد و امثال اون خیلی از بچه ها اصلا بعدی که به دنیا آمدن قبلش پدراشون از دست داده بودن در جنگ ایران و عراق به خاطر حفظ وطن حالا یک ناسی پامنقلی میاد میگه مردمی که مخالف این قرار داد هستن احمق و دیوانه و خائنم من مخالفم من به عنوان خانواده شهید شوهر من جنازش در کوههای شیاکوی مریوان موند در سنندج مون من خاک شهید ندارم که برم سر خاکش بگم علی عزیزی تو منو در سن 17 سالگی با بچه 14 ماهه گذاشتی رفتی که وطن رو نجات بدی از دست بیگانه امروز کجایی که وطن رو به چه راحتی خامنه ای داره میده به این و اون آی مردم ایران نه به جمهوری اسلامی رو بگید جمهوری اسلامی تا باشه مصیبته آی مردم نماینده های شما در زندان های سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست